درود بر شما، به کانال یوتیوب آشان ریاضی خوش آمدید. امروز میخوایم این معادله رو حل بکنیم. یه 8 به توان x به اضافه 2 به توان x مساوی 130. برای این کار اول من میام این 8 رو می‌نویسم 2 به توان 3. پس میشه 2 به توان 3 به توان x به اضافه 2 به توان x مساوی 130. اما میدونیم که آ به توان m به توان n رو میتونیم بنویسیم آ به توان n به توان m. پس جای 3 و x رو من عوض میکنم، میشه 2 به توان x به توان 3 به اضافه 2 به توان x مساوی 130. برای حل این هم یک تغییر متغیر انجام میدم و 2 به توان x رو فرض میکنم u. پس میشه u سه به اضافه u مساوی 130، یا u سه به اضافه u منهای 130 مساوی 0. برای این حل این مسئله ما باید کاری بکنیم که بتونیم این سه جمله رو به شکلی تجزیه بکنیم. واسه تجزیه این سه جمله من میام اول میبینم که این 130 حاصل چه عددهایی میتونه باشه. میتونه حاصل 130 و 1 باشه و حاصل 26 و 5. روی همین 26 و 5 من میام مینویسم U3 به اضافه U2 رو مینویسم منهای 25 U به اضافه 26 U منهای 130 مساوی 0. اینجا از U فاکتور میگیرم، میشه U در U2 منهای 25 به اضافه تو این دو جمله از 26 فاکتور میگیرم، میشه U منهای 5 مساوی 0. طبق اتحاد مزدوج میدونیم که آ2 منهای ب2 رو میتونیم بنویسیم آ منهای ب در آ ب اضافه ب. پس اینجا می نویسم U در U منهای 5 در U ب اضافه 5 به اضافه 26 در U منهای 5 مساوی 0. بین این دوتا جمله از U منهای 5 فاکتور می گیرم، میشه U در U به اضافه 5 به اضافه 26 مساوی 0. یا این رو در پرانتز ضرب میکنم، میشه U منهای 5 در U2 به اضافه 5 U به اضافه 26 مساوی 0. پس یا این هر کدوم از این پرانتز ها رو مساوی 0 قرار میدم، U2 به اضافه 5 U به اضافه 26 مساوی 0. ما میدونیم که U هست 2 به توان X. 2 یک عدد حقیقیه، به هر توانی برسه حاصل عدد حقیقی خواهد بود. بنابراین ما فقط اعداد حقیقی به اصطلاح قابل قبول هستند در این مسئله. برای حل معادله دو برای حل معادله درجه دوم A X2 به اضافه BX به اضافه 3 مساوی 0، ما میام اول دلتا رو حساب میکنیم که هست ب2 منهای 4 آسه، و اگر بزرگتر از یا مساوی 0 باشه معادله جواب حقیقی داره. پس میام دلتا رو برای این معادله حساب میکنم، دلتا میشه ب2 5 به توان 2 میشه 25 منهای 4 ضرب در آ1 سی 26 و این حاصل منفی خواهد بود. بنابراین این جواب حقیقی ندارد، جواب حقیقی ندارد. پرانتز دیگه‌مون چیه؟ U منهای 5 مساوی 0. پس U مساوی 5، پس 2 به توان X مساوی 5. از طرفین لوگاریتم در مبنای 2 میگیرم، میشه لوگاریتم 2 به توان x در مبنای 2 مساوی لوگاریتم 5 در مبنای 2.
طبق تعریف لوگاریتم میدونیم که لوگاریتم a به توان n در هر مبنایی، حالا در مبنای b، میشه n در لوگاریتم a در مبنای b. یعنی میتونیم توان رو بیاریم پشت لوگاریتم. پس x در لوگاریتم 2 در مبنای 2 میشه لوگاریتم 5 در مبنای 2. دوباره طبق تعریف لوگاریتم میدونیم که لوگاریتم هر عدد در مبنای خودش مساوی 1. پس x میشه لوگاریتم 5 در مبنای 2. به همین سادگی. امیدوارم از این مسئله خوشتون اومده باشه. لطفا ویدیو رو لایک کنید، کانال ما رو سابسکرایب کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید. با سپاس فراوان، بدرود.